قشنگ حسابی اینا رو با هم دیگه ماساژ میدیم. امروز کت مرغ داریم، مال کشور نیجریه، به اسم چولاف یا جالوف. نگه ماست همش براتون. سریع بیا با هم بریم درستش کنیم. برو بریم. برای پختن جلوف به سبک من، اول مرغمون رو مزه دار میکنیم. ببین سیر همه اینقدر براش کافیه، این خود زیاد شد اب نداره، بهش کن کمتر بزنید، فقط میخوام یه طعم کوچیک سیر رو بگیره. نمک، حالا یه مقدارم هم پودر گوجه. خودشون تو دستور عمل از ادویه میگو استفاده میکنن، اما خب من چون جدی میگو رو پیدا نکردم ادویه دریایی استفاده میکنم. یه کوچولو هم روغن میریزم که راحت بتونم رو با هم ماساژ بدم و ترکیبش میکنم. حالا قشنگ حسابی اینا رو با هم دیگه ماساژ میدیمشون هر دو طرف مرغ، قشنگ به این ادویه ها آغشته کنیم. حالا تابه رو روشن کنید، بذارید کاملا گرم شه. مرغ رو همینجوری به همین شکل شبیه استیک بذار داخل تابه تو، چوله کم باشه. توی دستور عمل اصلی جلوف یا جالوف که یه غذای کشور نیجریه هستش، مرغ ها رو میذارن داخل سوسی که میخوایم درست بکنیم میپزن. من یه مقدار این غذا رو ایرانیزش کردم که با ذائقه ما بیشتر سازگار باشه. من میخوام مرغام رو گریل بکنمشون، همینجوری بپزمشون و تو این فاصل بریم سوسش رو درست کنیم. سوس خیلی خوشمزه و خاص بیه. بریم برگردیم. به به. برای درست کردن سوسش نیاز داریم به پیاز که اینو نگینی خوردش میکنیم. دو تا هم هویج خرد میکنم برای استفاده داخل سس. هویج ها رو هم نگینی ریز خرد میکنم که سریع تر بپزه. خب به این افکه رسید برش رو میداریم. به به چه موقعی برشتهی شدن. حالا داخل همون تابه پیاز و هویجی که نگیری خود کردم و اضافه میکنم. اجازه میدم 5 دقیقه با هم تف بخورم. دو تا از این فلفلای موشکی کاپی هر چی کسوشو میذارید. من از شین استفاده میکنم. این غذا غذای تندی هست چون قرار تو چیدی یا همون پلک چیدی هم اضافه کنیم. پس اینو من از سبزش استفاده میکنم و شیری. میخوام ترکیب رنگم هم چشم نواز باشه و زیبا. فلفل رو اضافه میکنم. گوجه فرنگی احتیاج دارم که باید پوست بگیرم. از گوجه فرنگی کنسروی یا پوره گوجه فرنگی هم میتونید استفاده کنید. یه قاشق رب گوجه فرنگی. حالا رو با تف بدم همین وسط تا بوی خامیش گرفته بشه و رنگ خودش کاملا متساعد کنه. یکم روغنش کم شد، روغن میریزم من. ببینید دوستان، برای استفاده از سبزیجات سعی کنید تا اونجا که براتون ممکنه از کنسرویش استفاده نکنید. وقتی تازش هست چرا از کنسروی استفاده کنیم؟ اگه میخواید غذای سالم و تغذیه خوب داشته باشید حتما از سبزیجات تازه استفاده کنید. الان توی دستور عمل به این گفته پوره گوجه فرنگی کنسروی، اما وقتی گوجه فرنگی خودش هست چرا از پوره کنسروی استفاده کنیم؟ حالا گوجه فرنگی یکم نگینی ریز خود کردم هم بهش اضافه میکنم. یه قاشق چای خوری حریره سیر یا اگه در دسترستون نبود دو حبه سیر ساتوری شده، یه قاشق چای خوری نمک، یه قاشق چای خوری فلفل پرک، یک سوم قاشق چای خوری بهش آبیشن اضافه میکنیم. یه قاشق چای خوری من شوید اضافه کردم ولی تو دستور خودشون از آبیشن تازه هم استفاده میکنه، یعنی هم پودرش میریزن هم آبیشن تازه، ولی من از شوید استفاده کردم.
حالا اینا رو با هم مخلوط کنید تا مواد کاملا به خورده هم برن. استاک مرغ یا استاک قلم یا استاک گوش، هر چی که داشتید استفاده کنید. کی به کیه؟ سسمون کاملا آماده است. از عطر و طعمش نگم براتون، واقعا من خودم کیف کردم. با این دستور عمل درست کنید یک بار، مطمئنم شما مثل من عاشقش میشید. خب حالا سینه های مرغمون رو میذاریم روی سس که کاملا طعم سسمون هم به خورد اینا بره. درش رو میبندیم، با شعله کم 10 دقیقه بهش اجازه پخت میدیم. تو حد فاصله که میدم اینه بذارم اون طرف، درش رو بذارم اونو بیارم این طرف، برنج رو بار بذارم، میخوام برم برنجم کته کنم. اینه دیگه بلدی دیگه. بعدی که برنج رو پختم برای سروش مزاحمتون میشم. بریم و برگردیم برای سرو جذاب این غذا. این برنجش مواد خورشتیمون یا همون ساسش رو هم میریزیم کنارش دور تا دور. برای تر از اینش میتونید از جعفری استفاده کنید، جعفری تازه، ولی من چون نداشتم اصلا این فلفل شیرین استفاده میکنم. مرغش هم برش بزنید. وای 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 خیلی بیتاب خوردن اینم. بوی آفریقا میده، کشور نیجریه. وای وای خدای من رفتم.